یک هیئت پناهجوی روهینگیایی روز جمعه 15 اردیبهشت وارد میانمار شد تا از تأسیسات جدیدی که برای احیای طرح برای بازگرداندن مسلمانان تحت آزار و اذیت به وطن خود بازدید کند. مقامات بنگلادش گفتند که 20 روهینگیایی و 7 مقام از جمله یک افسر گارد مرزی از 2 روستای نمونه ساخته شده برای پروژه بازگشت آزمایشی بازدید کردند. بنگلادش محل زندگی حدود 1 میلیون روهینگیایی است که اکثر آنها از سرکوب نظامی سال 2017 در میانمار گریختند. میانمار اکنون در معرض تحقیقات سازمان ملل درباره نسل‌کشی است. هر دو کشور توافقنامه‌ای را برای بازگرداندن آنها در اواخر همان سال امضا کردند، اما از آن زمان تا کنون پیشرفت چندانی حاصل نشده است و سازمان ملل متحد بارها هشدار داده است که شرایط برای بازگرداندن آنها مناسب نیست. حتی بنگلادش صدها مسلمان روهینگیا را به یک جزیره غیر مسکونی منتقل کرده است. پناهجویان مسلمان که 6 سال را در کمپ‌های شلوغ و بدون امکانات بنگلادش سپری کردند نسبت به طرح بازگشت بدبین هستند. آنها می‌گویند که به هیچ یک از سوالات آنها در مورد امنیت یا به رسمیت شناختن حق شهروندی آنها در میانمار پاسخ داده نشده است.